طرفین خواهد رسید، موافقت نامه همکاری های امنیتی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان که مورد توافق دو طرف قرار گرفته است. Agreement on judicial assistance in civil matters between the Islamic Republic of Pakistan and the Islamic Republic of Iran. سند دوم، موافقت نامه معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان. Third, agreement between the Islamic Republic of Pakistan and the Islamic Republic of Iran for cooperation in the field of veterinary and animal health. سند سوم، موافقتنامه همکاری در زمینه دامپزشکی و بهداشت دامی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان. Fourth, MOU on joint cooperation on establishment of a joint free zone, special economic zone, between the government of the Islamic Republic of Pakistan and the government of Islamic Republic of Iran. سند چهارم، یادداشت تفاهم همکاری مشترک در زمینه ایجاد مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان. Fifth, MOU on cooperation between the Ministry of Overseas Pakistanis and Human Resource Development of the Islamic Republic of Pakistan and the Ministry of Cooperatives, Labours and Social Welfare of the Islamic Republic of Iran. سند پنجم، یادداشت تفاهم همکاری میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران و وزارت پاکستانی‌های مقیم خارج کشور و توسعه منابع انسانی جمهوری اسلامی پاکستان.
Sixth, MOU on for film exchanges and cooperation between the Ministry of Information and Broadcasting of the Islamic Republic of Pakistan and Organization of Cinema and Audiovisual Affairs of the Islamic Republic of Iran. سند ششم یادداشت تفاهم تبادل فیلم و همکاری سینمایی میان سازمان امور سینمایی و سمیع و بصری جمهوری اسلامی ایران و وزارت اطلاع رسانی و پخش جمهوری اسلامی پاکستان. Seventh, MOU on mutual recognition between Pakistan's Standards and Quality Control Authority of the Ministry of Science and Technology of the Islamic Republic of Pakistan and National Standards Organization of the Islamic Republic of Iran. سند هفتم یادداشت تفاهم شناسایی متقابل استاندارد میان سازمان ملی استاندارد جمهوری اسلامی ایران و سازمان استاندارد و کنترل کیفیت وزارت علوم و فناوری جمهوری اسلامی پاکستان. Eighth, MOU on mutual legal cooperation between the Ministry of Law and Justice of the Islamic Republic of Pakistan and the Ministry of Justice of the Islamic Republic of Iran. هشتمین و آخرین سند یادداشت تفاهم همکاری مشترک حقوقی میان وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران و وزارت قانون و دادگستری جمهوری اسلامی پاکستان. With this, we conclude the MOU signing ceremony. در این بخش مراسم امضای اسناد میان دو کشور به پایان رسید. May I now invite the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, His Excellency Muhammad Shahbaz Sharif, to kindly make his remarks for the media. در این بخش دعوت می شود از جناب آقای محمد شهباز شریف نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی پاکستان جهت انجام مصاحبه مطبوعاتی. بسم الله الرحمن الرحیم
برادر محترم صدر اسلامی جمہوریہ ایران عزت ماب ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی صاحب ایران سے تشریف لائے ہوئے انتہائی قابل احترام ہمارے اور بہن پاکستان کے انتہائی قابل احترام وزراء اور متعلقہ افسران السلام علیکم جناب صدر میرے لیے یہ بہت خوشی کا مقام ہے کہ آپ پہلے مہمان ہیں برادر ملک ایران سے اور مہمان سے بڑھ کے انتہائی لائق احترام بھائی ہیں جو کہ بطور صدر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں میرے اور میری حکومت کے انتخاب کے فوری بعد یہ میرے لیے اور ہم سب کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خداوند بخشندہ مہربان برادر گرامی جناب آقای دکتر رئیس ابراہیمی رئیس جمہور محترم جمہوری اسلامی ایران برادران و خواہران گرامی کے از ایران تشریف آوردن وزرائی محترم پاکستان و دیگر مہمانان گرامی سلام عرض میکنم من میخواهم از برادر گرامی خود جناب عالی دکتر سید ابراہیم رئیسی رئیس جمہور محترم جمہوری اسلامی ایران کے بعد دیدار ایشان انجا اولین بار آمدن من از پس از انتخاب فعلی دولت پاکستان این اولین مسافرت یک رئیس کشور هست که به پاکستان تشریف آوردن و این امر مورد افتخار ماست چشم ما روشن دل ما شاد چشم ما روشن دل ما شاد خیر خوب آپ کو دیکھ کے اب ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں اور ہمارا دل خوش ہوا جناب صدر آج ہماری بہت مفید گفتگو ہوئی اور ہم نے الحمدللہ دونوں برادر ممالک کے درمیان ہمارے جو باہمی جو رشتے ہیں مذہب کے تہذیب کے سفارت کے اور سرمایہ کاری کے سیکیورٹی کے ان تمام ہم نے معاملات کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے اور مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ایران کے پاکستان سے تعلقات 76 سال سے نہیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ 1947 میں ایران ان چند ممالک میں سر فہرست تھا جس نے پاکستان کو تسلیم کیا مگر ہمارے یہ باہمی رشتے صدیوں پر محیط ہیں جب پاکستان ابھی دنیا کے نقشے پر نہیں آیا تھا تو اس وقت بھی مسلمانان ہند کے اور ایران سے بڑے قریبی روابط تھے تو یہ ہے وہ تعلق جس کو آج ہم نے ترقی اور خوشحالی اور باہمی محبت اور دونوں ملکوں کے عوام کی بہتری کے لیے اس موقع کو استعمال کرنا ہے رئیس محترم امروز ما امروز تبادل نظر تفصیلی داشتیم و در موارد مختلف و مسائل مختلف دو جانبے منطقی و بین المللی صحبت کردیم روابط ما فقط 76 سال عمر نہ دارن باید گفت کہ ایران اولین کشوری بود کہ در 1947 کے پاکستان بے قیام آمد اولین کشوری بود کہ ما رب رسمیت شناخت و ما موافق شدیم کہ در روابط اقتصادی بے ویژے تجارت دو جانبے سرمایہ گزاری و ہمکاری انرجی ہمکاری خواہیم کرد جناب صدر ایران تہران اور مشہد
بہت خوبصورت علاقے ہیں اور بہت خوبصورت لوگ ہیں وہاں پہ. آج آپ اسلام آباد تشریف لائے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بزرگ تہران سے آپ اسلام آباد آئے ہیں, اور اسلام آباد بھی ایک بہت خوبصورت شہر ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوہ دیم ویند سے آپ اسلام آباد آئے ہیں تو خوبصورتی کا ایک یہ حسین مقابلہ, ایک حسین منظر پیش کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جناب صدر کہ بلکہ میں یہ کہوں گا جان برادر, میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران کے ملک الشعراء علامہ محمد تقی بہار کا تاریخی ترانہ درود بر پاکستان آج ہم سب کو یہاں پہ یاد آ رہا ہے اور ہمارے حافظوں کو تازہ کر رہا ہے. رئیس محترم, شما در دامنے یہ کوہ یہ سرسبز مرگلا کے در دامنے اسلام آباد است تشریف آوردید از شہر مشہد ایران و تہران, و باید گفت کہ شما از تہران بزرگ به اسلام آباد زیبا تشریف آوردید, و حتما اونجا کہ در دامنے یہ کوہ دماوند ہستید و اینجا در دامنے یہ کوہ مرگلا ہستید, ہمان بوئے خوش کہ در تہران بزرگ داشتید شما در اینجا ہم حس خواہد کرد. از تمام برادران و دوستان در مرکزی کہ ما از قدیم روابط تمدنی داشتیم در شہر اسلام آباد زیبا خوش آمد می گویم و از عمق قلب تشکر می کنم و خیلی خوشحالم از تشریف آوری شما. علامہ تقی بہار فرماتے ہیں ہمیشہ لطف خدا باد یار پاکستان, بقی مباد فلک باد یار پاکستان. در این فرصت خوش آمد گفتن به شما. فارسی کی ترجمه کی ضرورت نہیں ہے سر, باقیوں کے لیے. جی ہاں, اردو میں کر دیں, بالکل کر دیں. بھلے, ہمیشہ لطف خدا باد, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہو پاکستان پر جو کہ ہمارا دوست ہے, اور آسمان کبھی بھی پاکستان سے کوئی کینہ نہ رکھے, آمین. مگر جناب صدر, جہاں پر ہمارے قومی شاعر حضرت علامہ اقبال اگر آپ کے انقلابی جذبوں کو جلا بخشتے ہیں تو حافظ و خیام کے بغیر ہماری سوچوں کے دھارے بھی نامکمل ہیں. جناب علی, درست است کہ شاعران ایران در مورد تمجید و توصیف پاکستان شعرها سرودن, اما باید گفت کہ شاعر ملی ما حضرت علامہ اقبال از احساسات انقلابی شما تشویق نمودن و تقویت بخشیدن, و بدون افکار حافظ و خیام فکر ما صورت نمی گیرد. بطور وزیر اعلیٰ 2012 میں, 2009 میں میں ایران گیا تو وہاں پر اقبال چیئر قائم ہوئی تھی, اس کے بعد فردوسی چیئر پنجاب میں قائم ہوئی, اور لاہور میں ایک شہر جوہر ٹاؤن کی ایک اہم شاہراہ کو فردوسی سے منسوب کیا گیا تھا. در سال 2009 کہ من به تهران آمده بودم, به نسبت آن نشست اقبال را در تهران اجرا کردن, و در مقابل آن ما در پنجاب نشست فردوسی را اجرا کردیم, و یک شاهراه در لاہور کے نام در جوہر تاؤن است به نام فردوسی ہم منسوب شده است. محترم برادر صدر اسلامی جمہوریہ ایران, آپ فقہ قانون جیسے موضوعات پر بڑی مہارت رکھتے ہیں, اور سیاسی دانش اور حکمت کا ایک سمندر ہیں آپ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مدبرانہ قیادت میں ایران نے بہت ترقی کی ہے, اور انشاءاللہ آج یہ موقع آ گیا ہے کہ ہم مل کر پاکستان اور ایران کے تعلقات کو بہت مستحکم کریں, اور اپنے جو ہمارے جو بارڈرز ہیں وہاں پر ترقی اور خوشحالی کے مینار قائم کریں, اور ان بارڈرز کو ہم تبدیل کر دیں ایک ایسے علاقے میں جہاں پر کاروبار, خوشحالی اور ترقی ہر جگہ
نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن یہ ہمیں موقع میسر کر رہا ہے کہ ہم مل کر انشاءاللہ اس دوستی کو، ایک ہمسائیگی کو، ایک ترقی اور خوشحالی کے سمندر میں بدل دیں. برادر عزیزم رئیس جمہور محترم جمہوری اسلامی ایران، شما در زمینه فقہ و حقوق در موضوعاتی چنین حکمت و دانش کمال مہارت دارید. در رهبری مدبرانه تان کشور ایران مفادات ملی خود را حفظ می کند و در راه پیشرفت جلو می رود. ما با هم مشهور قوانین جهان و ملل متحد را در نظر داشته، در زمینه بقای باهمی و بهبود در زندگی های مردم کشور خود با داشتن اصول برای فروغ آنها همکاری خواهیم کرد. جناب صدر، آج ہم نے جو فیصلے کیے ہیں اقتصادی ترقی اور وابط کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ وہ جلد آج منظر عام پہ آ جائیں گے. میں اس موقع کے اوپر آپ کو دل کی گہرائیوں سے ستائش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ غزہ کے مسلمانوں کے اوپر جو اس وقت بربریت اور ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ نے اور آپ کی ایرانی قوم نے ایک مضبوط آپ نے موقف اپنایا ہے، اور پاکستان اس سلسلے میں غزہ کے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہر وقت ان کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھتی آنکھ نے اس طرح کا ظلم شاید عصر حاضر میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ 35,000 مسلمان شہید کر دیے گئے، ہزاروں بچے شہید کر دیے گئے، اور ہزاروں ماؤں کی گودیں اجڑ گئی اور بہنوں کے آنچل پھٹ گئے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی سیکیورٹی کاؤنسل کی قرارداد جو کہ بڑی مشکل کے بعد جو منظور کی گئی، اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور اقوام عالم خاموش ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر، اسلامی ممالک کو مل کر او آئی سی کے لیول پر اور دوسرے فورم پر ہمیں بھرپور اپنی آواز اٹھانی چاہیے تا وقت کہ فلسطین میں، غزہ میں جنگ مکمل طور پر بند نہیں ہو جاتی اور ان کو ان کے حقوق نہیں ملتے. اسی طریقے سے جناب صدر، کشمیر کی وادی میں آج بھی ان کی وادی کشمیریوں کے خون سے سرخ ہو چکی ہے. میں آپ کا اور ایران کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن آئے گا جب کشمیریوں کو بھی ان کے حقوق ملیں گے. جناب صدر، میں آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ یہ بات کر لیں. برادر گرامی، ما ہر دو کشور نگرانی خود را درباره وضعیت مردم کشی در غزہ را صحبت کردیم و یک صدا این عمل اسرائیل را محکم میکنیم. ما از کشورهای جهان خواهش میکنیم که سریع تر این عمل نظامی اسرائیل را به پایان برسانند. یک حل عادلانه، تفصیلی و دیرپا بر سوال فلسطین لازم برای صلح در مشرق میانه است. پاکستان پشتیبانی را مشروط نمی کند و به وجود آوردن یک ریاست آزاد فلسطین با ایران همکاری می کند. تا پایتخت القدس پایتخت فلسطین بشود. اجازه بدهید که از رهبری ایرانی تشکر نمایم، به ویژه از رهبر معظم آیت الله خامنه ای که پشتیبانی بی مشروط از مردم کشمیر و حق آزادی خواهی ایشان را در نظر داشتند. در آخر بار دیگر از رئیس جمهور تشکر می نمایم که دعوت ما را قبول کردند. میں آخر میں اپنے بھائی جناب صدر، آپ کا اور آپ کے وفد کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی قیمتی اوقات میں سے فرصت نکال کر اپنے دوسرے گھر پاکستان کا آپ دورہ فرما رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس دورے کے نتیجے میں ہمارے تعلقات اور گہرے ہوں گے اور مضبوط ہوں گے. میں اس شعر پر اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. وداع وصل جداگانہ لذت دارت، وداع وصل جداگانہ لذت دارت، ہزار بار بے رو صد ہزار بار بیا. در آخر
در آخر بار ایران دیگر پاکستان دوستی زندہ باد. در آخر بار دیگر از رئیس جمهور تشکر می نمایم که دعوت ما را قبول کردند و به پاکستان تشریف آوردند و به در شهر زیبای اسلام آباد تشریف آوردند. در آخر یک بیت می خواهم بسرایم: وداع و وصل لذت جداگانه دارد، هزار بار برو و صد هزار بار بیا. جی، جدائی اور ملاب میں ایک الگ طرح کی لذت ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہزار بار جائیں اور سو ہزار بار واپس آئیں. صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطاہرین و سہل المتجرین. ابتدا باید تقدیر بکنم و تشکر بکنم از نخست وزیر محترم و دولت محترم پاکستان برای میزبانی از هیئت جمهوری اسلامی ایران و ابراز خرسندی بکنم از اینکه امروز ما در شهر زیبای اسلام آباد هستیم و از همین سخنگاه به مردم بسیار خوب و دین مدار پاکستان عرض سلام و ادب و احترام میکنم و به همه خانواده های محترم پاکستانی در جای جای این کشور از طرف رهبری فرزانه انقلاب اسلامی و ملت بزرگ ایران ابلاغ سلام دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful. At the beginning, I would like to warmly appreciate and thank His Excellency Mr. Prime Minister and the Honorable Government of Pacistan for warmly receiving the delegation of the Islamic Republic of Iran. And from this room, I would like to say a big salam and greetings to the good and honorable and faithful people of Pakistan, and to relay the best regards, salam and greetings of the Supreme Leader of the Islamic Revolution of Iran to all the Pakistani families and individuals living in all parts of your country. به مردم پاکستان که همواره از اسلام و ارزش‌های اسلامی دفاع کردند، به مردم پاکستان که همواره از مظلومان فلسطین و غزه دفاع کردند، به مردم پاکستان که همواره در خیابان‌های شهرهای مختلف پاکستان آزادی قدس شریف رو فریاد زدند، به مردم عزیز پاکستان که همواره از حق و عدالت دفاع کرده و دفاع میکنند. And I say salam and greetings to the great people of Pakistan who have been always defending Islam, who have been always fighting and rallying for the Islamic values, and who have been always supporting the innocent and oppressed people in different parts of the world, including the people of Palestine and people of Gaza. I say salam and greetings to the great people of Pakistan who all the times come to the streets in different cities of Pakistan and call for the freedom of Al-Quds Sharif, and the great people of Pakistan who all the time defend right and justice. به مردم عزیز پاکستان و به دولت محترم پاکستان که از ظلم رژیم صهیونیستی به سطوح آمدند و از نسل کشی امروزی که داره در غزه صورت میگیره و کودک کشی که به دست جنایتکار رژیم صهیونیستی با حمایت امریکایی ها و با حمایت غربی ها داره صورت میگیره به سطوح آمدن و از این ظلمی که امروز بر جهان حاکم است و نظام ناعادلانه ای که امروز در جهان وجود داره به سطوح آمدند و عدالت رو فریاد میزنن، همواره ما به مردم پاکستان احترام قائلیم و به این مواضع ستودنی مردم پاکستان و دولت پاکستان. And at the same time we respect the Pakistani people and Pakistani government who cannot tolerate anymore the oppression and injustice which is done against the people of Palestine and people of Gaza.
and the genocide and the child killing which is committed by the Israeli Zionist regime by the support of the United States and other Western countries, and to the same people and government who cannot tolerate the oppression which is dominant today in the world and who are against the injustice system in the world and who are calling all the times for justice. اونچه که تمام مردم دنیا را امروز قصدار کرده این که سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های به ظاهر مدافع حقوق بشر کارآمدی خودشون را از دست دادند، سازمان ملل کارآمدی خودش را از دست داده، شورای امنیت وظیفه خودش را انجام نمیده، این مردم مسلمان پاکستان، مردم مسلمان ایران، مردم جهان چه مسلمان باشند و چه مسلمان نباشند اما آزاداندیشند، با بصیرتند، امروز همه رو به سطوح آورده. ما یقین داریم این موضع مردم مسلمان و امت اسلامی و مردم عزیز پاکستان و ملت بزرگ ایران و ملت مقاوم فلسطین، این ایستادگی و مقاومت و این حق خواهی و عدالت خواهی پاسخ خواهد داد و حتما زمین ساز نظم عادلانه جهانی خواهد شد. We believe that today people in different parts of the world, they are in pain and they are and at the same time the international organizations including the United Nations or the United Nations Security Council or other international bodies who claim to support the human rights, they have proved that they are inefficient. And the United Nations Security Council could not deliver its task and responsibility in this regard. So today, the Muslim people of Iran and Pakistan and all Muslim or non-Muslim people living in different parts of the world who are thinking of freedom and who are wise people, they are asking for the freedom and stop of this oppression. So we believe that all these positions adopted by the Muslim and Islamic people in Iran, in Pakistan, or other countries, or the positions adopted by the Palestinian resistance and their resistance and fighting against this regime and their demands for right and their demands for justice will definitely be attainable and one day it will be realized. ما با کشور دوست، برادر و همسایه‌مون پاکستان فقط به عنوان دو کشور همسایه مطرح نیستیم. روابط بین دو کشور روابط تاریخی، روابط تمدنی، روابط عمیق اعتقادی و دینی است. امری که ملت بزرگ ایران رو با ملت بزرگ پاکستان به هم پیوند میده اون اعتقادات و باورهاست و این پیوند ناگسستنی است. Today our relations and connections with the brotherly, friendly and neighborly country of Pakistan is not only limited to be two neighboring countries. We have historic relations, we have civilizational relations and we have deeply rooted faith-related and religion-related connections between our two countries. I believe that between the two great and honorable nations of Iran and Pakistan, there are some common faith and religions which are interrelated and no one can disconnect them. ظرفیت‌های بسیاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشور دوست ما پاکستان وجود داره که حتما میتونه تبادل این ظرفیت‌ها در جهت منافع دو کشور و دو ملت به کار گرفته بشه و ما در نشست هامون با آقای نخست وزیر و هیئت محترم دولت تصمیم گرفتیم روابط بین دو کشور رو در حوزه های سیاسی، اقتصادی و تجاری، حوزه های فرهنگی و در همه سطوح ارتقا ببخشیم. We believe that there exists a big number of potentials
in the Islamic Republic of Iran and at the same time in the Islamic Republic of Pakistan. And definitely exchange of these potentials and capacities and capabilities between our two countries will serve the benefits and interests of our two countries and nations. So today in our meeting with His Excellency Mr. Prime Minister and other members of the respected cabinet, we decided to promote the bilateral relations between the two countries at political, economic, trade, culture, including others, at all levels as far as possible. مواضع دو کشور در مبارزه با تروریسم مواضع یکسانی است. هر دو مصممیم برای مبارزه با ناامنی‌ها و تروریسم. مبارزه با جرائم سازمان یافته، مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با انواع ناامنی‌ها که امروز هم دو کشور رو هم منطقه رو تهدید می‌کنه، نگاه مشترک دو کشوره و در یک کلمه دفاع از حقوق بشر و حقوق انسان محور همکاری دو کشور هست، چه در همکاری‌های دو جانبه، چه منطقه‌ای و چه بین‌المللی. There are a number of common positions and stance between our two countries of Iran and Pakistan when it comes, for instance, to fighting against terrorism. Both countries are determined to fight against terrorism, to fight against organized crime, to fight against narcotics, and to fight against different forms and manifestations of insecurity, which endanger our two countries and at the same time the region. We have some common positions. And very briefly, I can say that the axis of cooperation between our two countries of Iran and Pakistan at bilateral, regional, or international level is based on human rights cooperation. ممکن است برخی همکاری‌های دو کشور رو نپسندند. مهم نیست. مهم آن است که تداوم همکاری بین دو کشور و دو دولت به نمایندگی از ملت‌های بزرگ ایران و پاکستان در جهت منافع دو کشور تعریف میشه و ما مصممیم که این روابط رو بین دو کشور در سطوح بالا ارتقا ببخشیم. Probably you can find some individual expansion and promotion of good bilateral relations between Iran and Pakistan, but who cares? It is not important. We believe that it is very significant and important to continue expansion of bilateral relations between our two friendly countries and at the same time try to strengthen them and to realize our benefits and interests, and we are determined to continue our bilateral cooperation at high levels. سطح روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور سطح قابل قبولی نیست. ما تصمیم گرفتیم که سطح روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور در گام اول 10 میلیارد دلار افزایش پیدا کنه. The economic and trade volume between Iran and Pakistan is not acceptable at all. We have decided at the first step to increase the trade volume between our two countries to 10 billion USD. ما مرز را بین دو کشور که مرز طولانی است یک فرصت می‌دانیم و معتقدیم این فرصت می‌تواند در جهت رفاه دو ملت و دو کشور به ویژه مرزبانان عزیزمون به کار گرفته بشه. اقدامی که بنده در خدمت آقای نخست وزیر در سفری کوتاه به نقطه مرزی داشتیم یه جلوه‌ای بود از همکاری دو کشور برای کار تجارت مرزی بین دو کشور و بازارچه‌های مرزی. حتما میتونه این کار توسعه پیدا کنه برای فعال شدن کار تجاری و اقتصادی در نقطه مرزی بین دو کشور که گام‌هایی در این رابطه برداشته شده کافی نیست. حتما باید این گام‌ها ادامه پیدا کنه در جهت هم امنیت مرز و از همه مهمتر رفاه برای دو ملت و دو کشور. We Iran and Pakistan have a long common and joint border. We believe that this is an opportunity in order to create and bring about welfare to the people who are living at our border areas and regions. Previously,
Mr. Prime Minister, as well as I, paid a flying visit, a short visit to the common border areas. We opened some border markets, and some kind of cooperation has started between our two countries in this regard. Some steps has been taken, but we believe that these steps are not sufficient. We need to take further actions to activate trade and economy and business in our border areas. And first of all, this will lead to further security, and more importantly, it will bring about welfare to the nations and peoples who are living in these areas. ملت بزرگ ایران تحریم‌های ظالمانه را تبدیل کرد به فرصت‌ها و این فرصت‌ها را در جهت پیشرفت کشور مورد تأکید قرار داد. امروز می‌توان ایران اسلامی را به عنوان یک کشور پیشرفته و فناور ازش یاد کرد. ما آمادگی داریم که همه اونچه که از تجربیات و ظرفیت‌ها امروز به برکت اقدام جوانان انقلابی در کشور شکل گرفته با مردم عزیز و ملت فهیم پاکستان به اشتراک بگذاریم. The great people of Iran changed the illegal and unfair sanctions imposed against my country into an opportunity. And out of this opportunity, they brought development and progress to the country. Today, the Islamic Iran is a great instance of development and technology, and we register our readiness in order to share and transfer our expertise and our knowledge in this regard with the great people of Pakistan, which has been realized through the great efforts of the Iranian younger generation. آقای نخست وزیر و وزرای محترم و دولت پاکستان برای میزبانی تقدیر و تشکر میکنم و امیدوارم سفر هیئت جمهوری اسلامی ایران به پاکستان نقطه عطفی باشه در جهت توسعه روابط بین دو ملت و دو کشور. Once again, I would like to thank His Excellency Mr. Prime Minister, his ministers, and the government of Pakistan for hosting us and receiving us. Thank you very much, Mr. Prime Minister. And I hope that this visit by the Iranian delegation to the Islamic Republic of Pakistan would be a turning point regarding the expansion and promotion of bilateral relations between our two countries and nations. با درود به ملت بزرگ پاکستان و مردم مسلمان متدین و انقلابی پاکستان و با احترام به همه دولت مردان و نخست وزیر محترم و با احترام به همه فرهیختگان ادبا شعرا و بزرگان پاکستانی و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. So in conclusion, I send peace to the great and Muslim and honorable and committed and revolutionary nation and people of Pakistan. And I send peace to Mr. Prime Minister, I send peace to all your dignitaries, to your poets, to your writers, and to all those persons who are living in your country. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This concludes.
کرے گا وہ